درود و شبتان بخیر. خبرنگاران، گروه بیطرفی که در طول 14 سال اخیر در راه اطلاع رسانی حدود 60 تن آنان قربانی جنگ گردیدند، در اکثر موارد طالبان مسئول قتل کارمندان رسانه‌ای بودند، اما قامت 7 تن آنان دیشب خم شد. به دنبال پخش این خبر تقبیع و محکومیت ها شروع شد، اما چه سود از این محکومیت ها؟ طالبان چه میخواهند و آیا با انجام این چنین اعمال میتونن جلو آزادی رسانه ها را بگیرند؟ و حالا حکومت افغانستان برای امنیت غیر نظامیان پس از این تدابیری خواهد داشت که اعتماد از دست رفته مردم را اعاده کند؟ تا دقایق دیگر من بیژن آرین در این مورد با مهمانانم بحث خواهم کرد. باز هم خوش آمدید. در این برنامه پس از خبر آقایان شیوای شرق روزنامه‌نگار و داود حساس مشاور ارشد رئیس اجرایی اینجا در استودیو با ما هستن. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز. با شما آغاز میکنیم آقای شرق. آیا قامت آزادی بیان در افغانستان در حال خم شدن است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. درود خدمت جناب حساس و جناب شما. سلام بر بنده های محترم تلویزیون، همچنان تسلیت بر خانواده شهدا و مجروحین حادثه خونینی که گذشت. رسانه ها در دنیای مدرن رکن چهارم نظام هایی است که بر روشنگری و تحقق عدالت اجتماعی باورمند هستند. بدون رسانه نمیشه مکمل روند دموکراتیک و پروسه های دولتداری و مردم سالار و عدالتگرا بود. از این رو کارکرد رسانه ای در جامعه های خصوصا پس از جنگ و جهانی سومی مسی افغانستان یک کارکرد بنیادین و اساسی بلیاز ارزشگرایی و نگاه شهروندی به مسائل کلان دولتداری. شهروندان افغانستان محق هستند که حق آگاهی و دسترسی بر معرفت و قدرت داشته باشند. مهمترین تحولی که در کارکرد رسانه‌ای در دنیای مدرن آمده است که هیچ کسی حق سانسور، سرکوب و استبداد، خودکامگی و یکسالاری را ندارد. از این رو افغانستانی پس از جنگ، افغانستانی در جنگ و افغانستانی در بحران و متاسفانه افغانستانی زخمی، همونطوری که هر انفجار یا انتحار میشه من حس میکنم به عنوان یک شهروند که پیکر نازنین افغانستان زخم برمیداره و متاسفانه هم دولت مردانی نداریم که پس از هر رویداد سنگینی که جان شهروندان افغانستان را میگیره احساس مسئولیت بکنن، حد اقل یا استعفا بدن یا تدبیر بسنجن و کار روی دست بگیرن. به این اساس هم پیکر افغانستان زخمی هست و هر روز حادثات خونین و نفسگیری در مردم شاهد هست. ولی این نکته را پیش از پاسخ به پرسشان مطرح بکنم که آزادی بسیار خجسته هست. برای رسیدن به آزادی و عدالت اجتماعی ما باید قربانیان دشوار این راه مبارک و میمون باشیم. اما تا چه زمان؟ خب از تجربه تمام کشمکش ها و بحران هایی که در تاریخ بشر هم هست، شما آفریقای جنوبی رو بس بکنین، بعد از 30 سال مبارزه نلسن ماندلا شکل گرفته، در هند هم چنین چیزی شکل گرفته و حتی در دنیای مدرنی که امروز لیبرالیسم در مدعی هستن تنش ها و جنگ های صلیبی هم رخ داده، ولی سرانجام تونستن به آزادی و عدالت برسن. در افغانستان قامت آزادی بیان خوشبختانه با شجاعتی که رسانه ها داره و اصحاب رسانه ای افغانستان هرچند زخمی شده و مایوس هست، چهرهش چهره اندوهگین و غمناک هست، غم انگیز است آنچه که اتفاق میفته، چون از خانواده رسانه ها هر کارکنی و هر انسانی و هر شهروندی که از دست میره در واقع لکه پیدا میشه در آینه آزادی بیان. ولی انتظار ما این است که این قامت هم چون استوار باشه، چون ما اگر آزادی بیان را استوار نداشته باشیم در برابر سیاستمداران خودکامه و توتالیتر، در برابر افرادگرایی و دهشت افکنی، در برابر آنانی که به ارزش های انسانی باورمند نیستند، به ارزش های دینی تعلق بنیادین ندارند، از آدست دین سوسمار هستند در آستین دین، در برابر اونها قامت بلندی آزادی هست که صدای رسا را باید بلند بکنه. آنچه که در افغانستان هم اتفاق افتیده سنت یک کشور است که تکاپو داره و به سمت پویایی روان هست و میخواد تجربه بکنه شدن و گردیدن را. آرزومند هستم که با چنین یک رویداد خونینی هم تکانه کلانی در کارکرد رسانه‌ای ما بیا که ما روشنگری و اطلاعات دستیاب نهادینه بکنیم و شجاعتی را که داشتیم و قربانی دادیم، همونطوری که رسانه تلویزیون یک دو تا کارمند شما زخم برداشته و همچنان قربانیان از تلویزیونی وزین طلوع هست. من میخوام این نکته را بگم که چرا این رسانه ها در محراق توجه عملیات تروریستی قرار داره. آنچه که طالبان در کندوز کردن
فاجعه انسانی بود، قتل دست جمعی بود، تجاوز بر ناموس مردم بود، دزدی و چور و چپاول بود. آنگاه بود که از رسانه مثل یک، از رسانه طلوع و رسانه های دیگر حقیقت گرایی و باستاب رویداد غیر انسانی کسانی که در قرن مدرن در دنیایی که بس از جهان شهروندی است وحشیگری میکنند چنین چیزی باستاب پیدا کرد. امان بود که مورد هدف دشمن قرار گرفت و دشمنان افغانستان هدف قرار دادند. ولی آنچه که به عنوان گلایه باید مطرح بکنم این است که در افغانستان متاسفانه ما سیاستمدار را تجربه نکردیم، حالا با حفظ احترام به مشاور ریاست اجرایی، از ریاست اجرایی شروع تا رئیس جمهور تا وزیر داخلی بی‌کفایت تا وزیر دفاع تا هر کسی که خلاصه در تامین امنیت این سرزمین سوگند خورده، تعلیف یاد کرده و مسئولیت داره، ما یک وجدان پاک و صافی را ندیدیم که بیان در یک تریبیون مردمی اعتراف بکنن که نمیتونن استعفا بدن یا بگن که ما از توان مدیریت این جنگ نیستیم یا افشاکاری بکنن. این در واقع از وجدان صاف، کلیر کنشنس زمو اصطلاح انگلیسی، یعنی وجدان بیغش، باید پند بگیرن، یک بار ثابت بکنن که در این سرزمین وقتی یک حادثه خونین اتفاق میفته که اون هم چند ماه قبل آگاه هستن، یگانه کارشان کار استفاس از شانه ملت دور بروند. شاید در هر بیشه گمان مبر که خالص شاید پلنگ خفته باشد، در این سرزمین کسانی باشند که تدبیر ملک را بدانند و خسروی و شهریاری بکنند که هیچ انسانی در سرزمین نازنینی به نام افغانستان در خون نتپه و ناناور خانه را یک خانواده از دست نته و هیچ انسانی رو ما از دست ندید. خیلی تشکر. آقای اساس، موافق هستین که رهبران حکومت وجدان پاک و صاف ندارن و باید استعفا بدن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ترست از محکی خواه در پرون عملی شهیدان تا دالا پاک نه جنت پرده و سازخمیان تا شپه عجله را بسودی تا بابا گورو چه در افغانستان حکومت یرش جمهور یرش اجرایه نون پخبولو خبرو که سرگان دکلا پا دیل نسکالا که در نوات سرگان دستوی شورای همیت پا شمول چی در حقوق کسان سر چی در افغانستان د بیگونا خلقو په وینو لاسونه ستریمل په سولو ونکو موږ به هغه محکمې ته کشو. د خپلې وې کدام د افغانستان د حکومت که موږ د افغانستان جګړې ته راسو ګور، د افغانستان جګړه بیرونی جګړه ده، یوازې چې دی پر مطبوعاتو باندې خپل گزار کوي هغه په دې خاطر باندې چې مطبوعات یو هغه شی ده چې د خلکو ږغ دنیا ته رسولی ده. مطبوعات هغه ده چې د افغانستان د غریب ولس هغه ناخوالې هم د حکومت تر غوږه رسولې دي، هم د دنیاوالو تر غوږه رسولې دي. نو د دې فشار داده چې باید پر مطبوعاتو باندې زور ولګوي. که موږ اصلا راس وګورو د حکومت دا ټولو مشکلات موږ ته د دیارلس کلنې حکومت سره پاته دي. موږ طالب ته ورور ویلی وو، دغه طالبان چې اوس کوم په جنګ په اولو کرسو کې جنګېږي، دا ټولو د دې مابسونو نه کللي ولو، د دې مابسونو نه ایله سوي او دې ته امتیازات ورکول کېده. که موږ تاسې وګورو چې په میلیونو ډالر به د سولې په نامه باندې ولاړې ورکې سولې د طالبان ته کومه فایده یې نه درلوده. دا ټول هغه کثافاتو د دیارلس کلنو حکومت کثافاتو په کثافاتو چې رالو وست هغه وخت چې کثافات ټولیږي نو بوی هم ډېر ځای اخلي. پس حالا این رهبران چقدر وجدان پاک و صاف دارن؟ آنچه که آقای شرق میگن اصلا ګورې دا د نظر د وجدان سره زه په خپل نظر باندې دا وایم چې ما ته ډېره مهمه خبر دا وسې نن ده رئیس جمهور او د رئیس اجرایه چې موږ به د داسې کسانو سره سولې ته کښېننو. دا به په دغسې حمالو باندې موږ د دې سره دا په جزا رسوو. دوی خپل ټوله زور که موږ نور په دیارلس کلنې حکومت ته وګورو هغه داسې نه ویل. نو دا د تروریستانو په مقابل کې د دنیا سه دا غوښتنې سوې دي. زه فکر کوم چې اراده موجوده لږ سوه، اراده په حکومت کې موجوده ده چې موږ طالب ته تروریست ته تروریست ووایو. مخکې دا نه وله، مخکې موږ تروریست ته ورور ویل. نن دا واضح سوله چې د دې سره په مبارزه باندې که زموږ نن امنیتي قواوې لاسته راوړنې موږ وګورو دا ډېرې غټې لاسته راوړنې. په څه خاطر باندې نن موږ امنیتي قواوو ته خطو سیر پیدا کوي؟ طالب څوک؟ داعش څوک؟ دا د افغانستان د خاورې دښمنان دي. پس حالا آقای اساس چه فکر میکنین؟ چقدر هر دو رهبر حالا با این صحبتی کردن پایش ساده هستن؟ زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت به په دې باندې دا مکلف ده، د دوی وظیفه دا شی ده. که دوی دا کار ونه کوي نو دوی هغه پر طالب مراسم چې پر ځای کړي دي. تا حال چقدر وظیفه شناس بوده؟ ګورئ مشکلات د افغانستان ما درته ویل چې په دیارلس کاله کې موږ ته مشکلات پاته ولو، موږ ته طالب په افغانستان په دښمن نه و منلی.
مشت طالب په یو دوست باندې تیر سره طالب زموږ په شارونو کې زموږ په اداراتو کې ځای پیدا کړی طالب قوت پیدا کړی هر چا چې طالب په مخالفت باندې خبره کوله هغه له سانې نه ګوښه کېدی هغه مړ کېدی نو دلته چې اوس موږ یو اراده پکار ده اصلا موږ دپاره دا شی مهم چې تر دا اوسه پورې موږ طالب وپېژنو طالب څوک ده ما په دیارلس کاله کې طالب نه وپېژندلی د پرونو د دې حکومت د راتلو سره بعد ما طالب وپېژندی طالب د افغانستان د خاورې دښمن ده که موږ نن د رئیس جمهور خبرې وغواړي هغه وایي زه د طالب سره د دغه طالب سره سوله نه کوم یعنی حالا در این حکومت تعریف واحد ایجاد شده تا وقت ده چې د معاون د رئیس جمهور زی په پاریاب کې له طالب سره جنګیږي په خپل سر باندې او رئیس جمهور دا بیانوي ورکړي چې زه نور دغه طالب سره نه کښېږم خبرو ته دا دنیا ته معلومه سوه په جوات سوله چې د طالب د دغه طالب پر ضد باید مبارزه وشي دلته مشکل موږ د نړیوالو سره لرو که موږ راسو نړیوالو زموږ سره دا وټ کړی د 12 د سپتمبر بعد یا 2002 کال بعد دلته د افغانستان سره موږ لا د څو قرارداد راسره ورسره کړی مو دي دلته نړیوالو خپل وظیفه سرته ونه رسوله موږ په دې وخت کې باید نړیوالو زموږ سرحدونه وازدي موږ په سرحدونو کې هغه رقم وسایل نه لرو چې موږ په دې وګورو پس حالا آقای اساس چه فکر میکنین حمله مخالفان مسلح دولت که گفته میشه طالبان این عمل را انجام دادن حالا چقدر آزادی بیان را متاثر ساخته؟ گوری زه فکر کوم چې آزادی بیان ته به زه فکر کوم چې نقص نه ورسېده به نور هم تقویه کړي په دې رقم باندې گوری د افغانستان خلک هیڅ وخت مرګ نه دی ډارولی د افغانستان د خلکو سره دا امت ستر زموږ رسانی چې په دې وخت کې په دې شرایطو کې تر پولیس چې توپک ورسره ده او د سره کمره ده تر پولیس مخ کې ځي د افغانستان د غریب خلکو ژغ پورته کوي په دې زه فکر کوم چې نور هم د افغانستان خلک د دې سره متحد دي که زما سره د افغانستان هر رسانه ده هر ژورنالیست وغواړي زه به د شپې او د ورځې پر کور باندې پیره وکړم د افغانستان خلک ټول نن چې موږ وګورو د افغانستان په هر کور کې غم ده تاسو وګورئ له هر کور لکه شهید چې وتلی ده زخمي چې ده نو دا زه فکر کوم د افغانستان خلک متحد کی پر دې باندې د مخالفین نن د افغانستان خلکو دا وپېژندل چې دا تروریست ده دا تروریست ده د دې لپاره نه ده چې راغلی د افغانستان کې دلته د خارجانو پر د پاره پس حالا گفتگوهای صلح به چه معناست؟ ګوره د افغانستان دا کومې خبرې چې کېږي زه دا خبرې زه بې پایلې بولم د دې پایلې به زه فکر نه کوم چې د دې کې به موږ لاسته راوړو نیولو خو دا د دنیا یو مجبوریت د افغانستان حکومت باید کښېنستلی وای دې خبرو ته چې دې ذمهوارې د دې خبرو امریکا او چین او د ملکونو په غاړه اخیستې پاکستان اوس به موږ له دوی نه دا پوښتنه کوو د دنیا نه چې تاسو موږ سولې ته کښېنستو موږ سولې ته کښېنستو خبرې مو پیل کړې دغه د سولې په ورځو کې حملې چې وسولې دا خو تروریستان دي د تروریست سره باید سوله ونه سي تروریست باید هغسې عملو باندې په جزا ورسول کېږي څنګه چې زموږ قوانین وایي او څنګه چې خدایي قوانین وایي خیلی تشکر آقای شرق واقعا این چونین است که آزادی بیان متاثر نشده با حمله مهاجمان بالای کارمندان رسانه‌ای خب در ساختار یک جامعه اگر نگاه بکنیم انسان‌های متحد و سرسپرده و آزاده و آماده برای قربانی در هر لایه این جامعه وجود داره تاریخ افغانستان پر از انسان‌های آزاده‌ای بوده که در سلول‌های زندان مستبدترین حاکم این سرزمین جان دادند ولی همچنان صدای آزادی و نفس تازه و هوای تازه جاری بوده و همین منظور اگر در ادبیات این سرزمین نگاه بکنی در متن سیاسی در خاطرات فلانه مورخ یا در تاریخ این سرزمین نگاه بکنی یک شمع همیشه در برابر چندین طوفان ایستاده بوده و همو مشعلش فیروزان بوده او شمع آزادی طلبی و آزادی این سرزمین و آزادی انسان این سرزمین از استبداد هست در 13 سال پسین درست است که رژیم متحدانه نظر به قاعده های دموکراتیک عمل نکرده یک جامعه دموکراتیز شونده یک جامعه که شهروند سالار هست تمامی پیوندهاش با حکومت شوندگان افقی است به لحاظ تئوری 60 خبرنگار و یا کارمند رسانه‌ای هم صدمه دیدن و یا به نوعی کشته شدن خب موقعی که شما در یک کشوری مثل افغانستان کشوری در حال جنگ هستین کشوری که سیاست مبارزه با تروریسم مشخص نیست کشوری که رهبری و چهره های ارشد این حکومت برنامه مشخص و فعالی در برابر دشمن ندارن همونطوری که 13 سال حامد کرزی برادر خواند حالا هم روی کرد سیاست ورزی هم ریاست اجرایه و هم رئیس جمهوری افغانستان در همون سمت و سویی هست که ما به گونه باید موضعمون ضعیف باشه مثلا هم در دوره حکومت وحدت ملی و هم در دوره آقای کرزی ما نتونستیم افشاگری بکنیم و پای نهادهای بین المللی سازمان یعنی شما هر دو حکومت را یکسان میدونید سیاستش را در برابر مخالفان این یک بهانه است برای آقای عبدالله برای آقای غنی که برف بام خود را بالای بام آقای کرزی میاندازند همین ها بودند که وعده کردند در انتخابات ریاست جمهوری که در دسترخوان مردم تغییر می و تحول در افغانستان میاره و یکیش هم گفت که اصلاحات در افغانستان میاره حالا به عنوان یک بازیچه دست آقای غنی هست یعنی حضوری اصلا فعال در اراده سیاسی نداره بناان موقعی که اراده واحد سیاسی نباشه و رابردی مشخص نباشه
باشه در چاردنزنی ها و گفتگوهای کلان سیاسی میان دشمنانی که منابع اصلی تمویل تروریسم هستند، ما همیشه کوتاه میم. به همین بهانه هر بار جرقه ای از سلطلبی ما که آغاز شده چندین حمله خونین در افغانستان شده. ما به یک شجاعت سیاسی نیاز داریم که دشمن شناسی بکنیم و به اساس جامعه شناسی جنگ موضع ملی و مردمی بگیریم. آزادی بیان صدمه دیده، چون دستندرکاران خود را از دست داده، ولی مرام و منشور انسانی و اون آرمان شهر یا افق دوری را که انسان‌های آزاده این سرزمین با خونشان ترسیم کردن، حالا بس زیاد شاعرانه و احساساتی من نمی‌کنم، اون راهی را که اینا ترسیم کردن و استخوان‌ها و فسیل‌های مردم زیر پای مستبدترین حاکمان این سرزمین خرد شده و سلول‌ها پر شده، صدای آزادی طلبی و آزادی بیان را نتونسته خفقان بکنه. همچنان همونطوری که ما در فیسبوکم تسلیت گفتم، آخرین جمله‌م این بود که ما ادامه داریم و روزگاری در سرزمین فقر و خون و خشم و خاکستر آزادی پیروز خواهد شد. یعنی در واقع پیروزی آزادی را ما برای نسل‌های بعدی با دادن اینمی قربانی‌های از این مستطر امیدوار هستیم که این راه راهی میشه برای کسانی که وجدان حکومت داری در افغانستان داشته باشن، روزگاری برای نسل و انسان این سرزمین خدمت کنند. خیلی تشکر آقای اساس. چرا برف بام خود را حکومت فعلی حالا به بام حکومت آقای کرزی میندازه؟ فکر میکنم که معلوم گپ هست، برای کل اگه معلوم هسته در قصد عبدالله خودشان کتی طالب چند سال جنگید و او دشمنی که در بین طالب و دکتر صاحب عبدالله و تیم میشن و حکومت و هست کل اگه دنیا. اما هر اون ضعفی که به میان میه یا سوال میشه از ضعفای حکومت، برف بام انداخته میشه و به حکومت آقای کرزی. ما برتن گفتم به مخاطر که ما شما که امروز تا پار سال ما شما از طالب چی نداشتیم که طالب کی هسته؟ طالب ها در بین ادارات ما کار میکنه. ما اینجورین وضعیتی هم در حال حاصل داریم. اگر شما خبر داره که روزای اول در خود معاون صاحب ریاست اول رئیس جمهور جنرال صاحب دوستم و دکتر صاحب عبدالله خودشان گفت که ستون پنجم وجود داره، شما میبینید که در بیرون تخریب هایی که اینمی حکومت تیمی علم تخریب میشه، شما میبینید یک شیعه یک جای برشان جمع میشه، دیگه شیعه دیگه طرف جمع میشه که اینمی حکومت ما نمیخوایم. این حکومت که نمیخوای کی میخوای؟ خدایش و طالب و حضور یوازشان است. ما هم ندیدیم که کسی بیاید که این حکومت کمک کنه. حالا آقای شرق میگن که حکومت فعلی برف بام خود را بر بام حکومت آقای کرزی میندازن. چرا اینجوری؟ ما برات میگم که برف او با در نتیجه اینجوری وضعیت. نه ما در نمیش سرایت که ببینیم ما و شما به دست خالی آمدیم. وقتی که کرزی صاحب میجا میامد ما تانگ توپ تیاره داشتیم، یا از ما از کسی را از بین برد. کرزی صاحب از کسی پرسان نکد که تانگ توپ تیاره ما را به خود دست خالی خارجی ها که از افغانستان که میگه که نمی پروسه را دیگه با افغانی شوه، او را ندید که توریسم پدیده جهانی است. دنیا با چه خاطر افغانستان آمد؟ ما را باید تجهیز کنه، تمام امکانات برای ما بمانه که ما به مقابله بگه، یا دسته ما پلیس امکوای امنیتی ما را برای دسته بان برای طالب ماند. حالا مسئولیت تامین امنیت شهروندان به دوش چه کسی هست؟ اصلا اگه ما و شما ببینیم به دوش حکومت افغانستان. حالا حکومت چه قدری وظیفه انجام داده؟ حکومت باید جامعه جهانی کمک کنه کتشان. اگه جامعه جهانی کمک نکنه، توریسم پدیده جهانی است. امروز که در افغانستان میجنگ این طالب خو نیست، این خو اینه پنجابی است، چچنیایی است، ازبکستانی است، از هر ملک دنیا آمده این میجنگ، این خو یک پدیده بین المللی است. خب بعد بر کدیما کمک جامعه جهانی کدیما کمک کنه، خو نمیکنه کمک کنه. اما اینا که در بین خود جور نمیان، مشکل در کشورهای بیرونی است. فکر میکنم که این کپ پس میمانه با 13 سال حکومت پیشی 13 سال. این اگه تو انتخابات که کرزی صاحب برگزار کرد در افغانستان، خب ما خو اینمی تو یک انتخابات برگزار نمیکرد. ما میخواستیم که یک کسی رئیس جمهور شوه، یک انتخابات شفاف به وجود بیاد، یک کسی باشه که او تو با جای رای با جای نسوار دبلی نسوار صندوق نندازه. خو اینمی پلان بود کلی که جور شد که آخرش نتیجهش معلوم نمیشد که نتیجهش اما حکومت برای کی بمانه. این کلی که چالای 13 ساله بود که حال ما شما در اینمی جمعی ماندیم. فکر میکنیم که حالی که ما و شما ببینیم که حالی که موضوع کابل بام بود سابق مانده بود، موضوع پروسه انتقال بود سابق مانده بود، پروسه پاسات بود سابق مانده بود، حالی که ما میخواهیم که در یک دفعه با ایتو یک انتخاباتی که ما پیش دادیم با یک تو یک اندازه پاک کنیم. بازم اگر یا بشینه
نه کارزای سبت امروز ششته نه و دیگه ششته و حالی ما شما میپمید که بگه اینمی دو دولت باید از بین بره شما از اینمی را برای میبینه چرا با میگوید اینمی حکومت کتی طالب صلح بکنه کتی جامعه جهانی گپ بزنه یا کتی اینمی داخلی گپ بزنه که برای یا چوکی بده. خیلی تشکر آقای شرق، موافق هستین با اونچه که آقای اساس میگه؟ خب نقد من توجیه من از دوره 13 سال آقای کرزی به منظور حمایت از آقای کرزی نیست، در بنای یک سری کجی ها را در این مملکت آقای کرزی پیدایشی کرده که با جنابشون موافق هستم، ولی این نکته را ما زیاد نبریم که در حکومت 13 ساله آقای کرزی، آقای غنی که فعلا رئیس جمهوری تقلبی هست، این وزیر مالیه بود و آقای دکتر عبدالله که رئیس اجرایی هست و اراده لازم سیاسی و مردمی نداره وزیر خارجه بود. اینها چی گولی رده بود دوره‌ای که آقای کرزی رئیس جمهور باب دادن که حال ما انتظار داشته باشیم. بس دیگر این که درست است که ماموریت دیپلماتیک و سیاسی و روابط خارجه مقاومت آقای دکتر عبدالله به عهده داشت، ولی آقای دکتر عبدالله این گوهر نازنین را به یک خزف مبادله کرد. اگر واقعا مرد مقاومت و شجاع می بود در برابر یک تقلب زانو نمی زد و از آرای مردم دفاع می کرد. من می گم که حکومت مردان ما راهبردی اساسی برای رساندن افغانستان به توسعه و رفاه و حکومت داری خوب و دموکراتیزه کردن این سرزمین ندارن. اینها فقط یک کار بلد هستند، چند تا چاپلوس اطرافشان را می گیرند، فیسبوک های بسیار خوب، پولی بسیار بادآورده و اکانت های خود را در فیسبوک بلند می برند، لایک هاشان چون پیسه می تن، پیسه خون این ملت هست، عکس های یادگاری میگیرن با زخمی فرانه حادثه. چی به درد این مهریه و مریم و اون حسینی و اینهایی که فعلا از دست رفته، چی به درد ارتش افغانستان میخوره که دهلمند خون میته و مادرش هم حتما در بدخشان و در ننگرهار و در بامیان و اینجا گرسنه است و کسی پرسانش نمیکنه، چون خانواده های خودی ازیا در مرزهای بیرون هست، آسوده زندگی میکنن، هیچ گونه تعهدی به این مردم ندارن. بین مردم افغانستان در موردشان واقعا تصدیق میگه. آقای اساس را جواب بشنویم، چه جوابی دارین به آقای شرق؟ فکر میکنم که ما باید برای بهبود بریم، با ما انمی بدیل حکومت اما چه زمان؟ ما بدیل حکومت ندارم، ما طالب در میدان شهر در لوگر استاد است، انمی حکومت است که باید ما و شما ایره ایمایه کنیم. اما این حکومت هم بخشی از حکومت قبلی بوده؟ ما بگونم که انمی اصلا افغان بود، باید در افغانستان در یک پوست یا وظیفه اجرا کنه. کسی که به یک ریاست جمهوری میسه، شما ببینیم بسیار وقت دکتر سبا عبدالله از اینمی وزارت خارجه رابطه بود، به چه خاطر اینمی از پوست وزارت خارجه رابط؟ خب اینمی چیزا بود که او تعامل نمیکرد، تعامل کردن نمیتونست. چرا رئیس صاحب جمهور از وزارت مالیه رابط به پونتون کابل یا به پروسه یا تو یک پروسه نهک؟ یعنی شما هر چیزی که امروز اتفاق میفتره از حکومت قبلی میدانین؟ ما میگیم که اینمی کنه که کارا که میکنه بیادرهای او رو میکنه، بیادر بود تا امروز. ما برات میگم که او بیادر بود، به ما به خاطر بیادر. شما میبینید که ترکیه که نماینده طالب شش تا بود 10000 دلار ماهانه برای او میاد، پیسې نمیشه زخم پیسې شده وزارت دفاع. شما میبینید که هر یک دکاندار میای از کویته برشان میلیارد دلار برشان د پټو برش میندازه که تو ببر، او معلوم نش میگه سول همه. ما شما ببینید، شما امی پاکستان امی منابع رادار که همونجا بندی بود چه که جنجالا میکرسه ایسا فرصت ما تمام است آقای اساس، فرصت تمام است. چه باید شود تا اعادی حیثیت کنه حکومت؟ ما فکر میکنم که مردم او دولت باید دست یک کنه. هو کسی او گپه که رئیس جمهور میگه که دشمنان طالب دشمن افغانستان است و مردم افغانستان است، دشمن اسلام است، باید مردم اینمی گپ کتشان همکار شوه و باید ما دیگه به این دام طالب نشنازیم، طالب به نام یک تروریست بشکرسیم. تشکر. اما خب اگر حکومت افغانستان رئیس اجرایی و رئیس جمهور فکر میکنن که بسیاری از بدبختی ها از آقای کرزی است و حتی طالب هم پیسه میگیره از دستش، برای اینکه برای مردم راست بگن و خدمت گزارسان حامد کرزی را به میز محاکمه بکشانن، این یک بس. بس دیگری است که یا برنامه‌ای برای حکومتداری مطرح بکنن، حرف شفاف با طرف بگن، در گفتگوها و مذاکراتی برای صلح طلبی میشه، دشمن را تفکیک بکنن، یا بیاین بگن که استفا زمین با آسمان نمیخوره، در این سرزمین بسیار چهره‌های دشوار و خبره‌ای هست که از یا کده بهتر حکومت کرده میتونه و این چالش من میتونم به عنوان یک انسان کم سواد که از ظرفیتی از این دو آدم کرده صدها آدمی را میشناسم که به مراتب بهتر حکومت کرده. سلامت باشین آقایان شیوای شرق و داوود اساس از حضورتان در این بحث. برنامه پس از خبر امشب ما هم در همین جا به پایان رسید و تا دیدار بعد. الله.